او یا او او کو کو باید داشته باشن. این ریتم وقتی به وجود میاد که شما دی اسید و دی الکل استفاده کنی، وگرنه این ریتم وقتی به وجود میاد کو کو او او یا او او کو کو که شما دی اسید دی الکل استفاده کنی. اگه از روش بالا پلی استر بسازی، یعنی هم اسید داشته باشه هم الکل خودش با خودش واکنش بده، دیگه این ریتم براش جوابگو نیست. این ریتم کوکو او او، این ریتم کوکو او اوی که گفتم واسه دی اسید دی الکله، یا اون ریتم کوکو ان 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 کوکوی که گفتم، من جلوتر نوشته بودم، کجا نوشته بودم؟ اینجا نوشته بودم. یا این ریتمی که گفتم، نگاه کنی، یه ریتم دیگه هم گفتم کوکو ان ان، یا ان ان کوکو هم ریتمیه که وقتی به وجود میاد که دی اسید و دی آمین داشته باشی. اگه خودش با خودش واکنش بده، از ریتم این قاعده پیروی نمیکنه. من خواستم اگر سوالی تو ذهنتون هست من باب این، الان نگاه کنین، یه پلیمر برام کشیده دیگه از ریتم کوکو او او یا او او کوکون پیروی نمیکنه. او کوکو نداره، کو او کو. این یه در واقع پلی استری هست. چرا میگم پلی استر؟ چون واحد استری هی تکرار میشه. این یه پلی استری بوده به طرزی ساخته شده که اسید و الکل سازندهش خودش بوده، یعنی هم خر رو داشته هم خرما. میگم اگه هم خر رو داشته باشه هم خرما، هم الکل رو داشته باشه هم اسید، دیگه اون ریتمی که بهت گفتم واسه رد گزینه جواب نمیده. اون ریتم هم زیاد روش تاکید نکردم، گفتم بد نیست، ولی باز درسمون همینه، باز باید شما از وسط عامل استری ببری هر جا سی او دیدی اوهاش، او دیدی هاش، سی او اوهاش، سی او اوهاش، سی او اوهاش، او هاش، ان هاش، او هاش، ان هاش. باز همونه، از وسط عامل استری میبری، کارتو میکنی، کارت عوض نمیشه، مونومرتو بهت میگه. سوال 25 هستم، به جنبی در کنید، من یه دقیقه وایستادم. خب پاس دادی اومدی حل منو میبینی؟ از وسط عامل استری میبرم به سی او او هاش، او هاش، به سی او او هاش، او هاش، از وسط عامل استری ببرم، بریدم از وسط عامل استری بریدم به سی او او هاش، به او هاش، به سی او او هاش، به او هاش، به سی او او هاش، به او هاش، به سی او او هاش، به او هاش. درسم همونه، عوض نمیشه. مونومرشو خواسته بود دیگه، مونومر ساختاری لاکتیک اسید. نگاه کنید ببینید، اولا که توی این مونومرا با هم مو نمیزنن، این مونومرا با هم مو نمیزنن، یعنی یه ماده هم اسید داشته هم الکل، تونسته به تنهایی یه پلیستر بسازه. حواست اینجاست؟ میگم اگه یه ماده هم خر رو داشته باشه هم خرما، هم الکل رو داشته باشه هم اسید، به تنهایی میتونه پلیستر بسازه. و میبینید که این به تنهایی پلیستر ساخته. سی او اوهاش، اوهاش، سی سی هاش سه، سی او اوهاش، اوهاش، سی سی هاش سه، همه مونومراش یه شکله، به تنهایی تونسته پلی استر بسازه. حالا بریم گزینه جواب بدیم. این ماده‌ای که من دارم الان یک عامل اسیدی دارد، یک عامل اسیدی دارد و یک اوهاش. این که دو تا عامل اسیدی داره، برو پی کارت. اینم دو تا عامل اسیدی داره، برو رد کارت.
من اگر نگاه کنم تو اون ساختار من یک دو سه تا کربن، یک دو سه تا کربن، این چرا دو تا کربن داره؟ برو رد کارت. دقیقا همین بوده. اینها این سی او او هاشش، این سی او او هاشش، این او هاشش، اینم هاش، این در واقع هاش، هاش سی سایس، سی سایس خودشه دقیقا. در واقع این میشه لاکتیک اسید. نمیدونم این واژه رو تا حالا شنیدید یا نه، PLA یا پولی لاکتیک اسید. پولی لاکتیک اسید یه در واقع پلیمر زیست تخریب پذیر خیلی عجیب غریبه، راجعش جلوتر درس میدم. این پولی لاکتیک اسید از شیر ترش شده حتی میشه درستش کرد، از ماده‌ای به اسم لاکتیک اسید به وجود میاد. این ماده با اینکه تو کتابتون نیست خوبه بلد باشین، لاکتیک اسید سوال کنکور ازش زیاد داده. پس PLA اگر جای شنیدین پولی لاکتیک اسیده. لاکتیک اسید دو تا کربن این شکلیه، نگاه کنی، یکی سی او هاشه، روی یک کربن او هاشه، یه سایسته هم این پایینه، یه دونه هاش هم داره. یه سی او هاش، یه سی او هاش، هاش سایسته. این در واقع، این در واقع لاکتیک اسیده که هم اسید داره هم الکل. به تنهایی میتواند، به تنهایی میتواند یک پلی‌استر بسازد. 25 رو که حل کردیم، 26 هم حل کردیم، 27 رو حل کنیم، راجعش بحث کردیم. سوال خیلی خوبی هم هست. من یه دقیقه وایستادم منتظر حل شما. سوال 27 یه دقیقه خیلی زیاده براش، 10 ثانیه پاس بدیم بعد حل منو ببینیم. میگه لاکتیک اسید رو میبینی؟ پلیمرش، گروه عاملیش مشابه کدام پلیمر خواهد بود؟ اگه نگاه کنیم اینو اوشو بذارم بالا، اینو اوشو بذارم بالا، هم اسید دارد هم الکل، هم خر دارد هم خرما، به این پلی‌استر میده. حالا برم گزینه ها، حالا برم گزینه ها. کفلار، کفلار گروه عاملی که داره پلیامیده، پس این که جواب من نیست. سلولوز گفتم گروه عاملی اتری داره، اتری پلی اتر محسوب میشه، این هم جواب من نیست. پلی اتن که اصلا گروه عاملی نداره، یه در واقع پلی آلکن یا پلی خره، این هم که پلی خره فرق داره داستانش. پلی اتیلن ترفتالات هزار بار گفتن، یعنی اتیلن گلیکول بوده، دی الکل بوده، با ترفتالیک اسید، با دی اسید، دی الکل، دی اسید، پلی استر. گزینه 4. این هم از سوال کنکور داشته ها، ببین سوال کنکور داشته. سرفیسه امروز ما رو خیلی اذیت میکنه، سوال کنکور داشته. خب برگردیم به سوال کنکور. هم 26 و 27 هم حل کردیم، 25 هم حل کردیم، برگردیم اونجایی که بودیم، یه چند تا تست کنکور بزنیم، یکم روحیه بگیریم. تست کنکورش رو میبینی، خیلی تست ساده تریه، اصلا قابل قیاس نیست، قابل قیاس نیست. خب 18 گفته چند ترکیب زیر میتواند به طور مستقیم در تهیه پلیامید، پلی، پلیمر آمید، پلیامید مونومر باشه یا یکی از واحده سازنده باشه. یعنی هم دی اسید دی آمین قبوله، یعنی به تنهایی مونومر باشه قبوله، هم این که هم دی آمین هم دی اسید قبوله، هم هم آمین هم اسیدش قبوله. شروع کنین فکر کردن راجبش، من یه دقیقه صبر میکنم.
تک عاملی غلط میکنه پلیمر بسازه، تک عاملی غلط میکنه پلیمر بسازه. این دیامینه، دیامین میتونه به عنوان یکی از واحدهای سازنده پلیامید به کار بره. چطوری؟ دیامینه میتونه کنار یک دیاسید قرار بگیره. این که قبول، این هم خرو داره هم خرما رو داره، هم اسید داره هم آمینو داره، به تنهایی میتونه پلیامید بسازه. و من هنوز هم پای حرفم هستم، اگر به شما میگوید پلیمر پلیامید، در هر شرایطی باید دو عاملی باشد و زنجیره شما رو ادامه بده. این دیامین به عنوان یکی از واحدهای سازنده در کنار دیاسید میتواند هم اسید هم آمین هم خر هم خرما میتونه. میگم شرط پلیمر ساختن دو عاملی بودن است. دارن میسازن، تکاملی غلط میکنه. 19 خیلی سوال مهمیه، میبینید که براتون هایلایتش هم کردم. به خصوص این دوتا گزینش خیلی گزینه دوست داشتنیه، سراسری تجربی خارج 98 بوده و بهتون گفتم پلیامید و پلیسترهای مصنوعی چون تخریبشون مصنوعی چون تخریبشون 10 سال 20 سال زمان میبره، چهره طبیعت رو خراب میکنن، زیست تخریب ناپذیرن. بجامین من منتظر وایستادم. خب از وسط عامل آمیدی پخ میشکنم به سی او، هر جا دیدم اوهاش به سی او، اوهاش به ان هاش، به ان هاش، هزار بار این پیوندم شکوندم، این پرانتزم دیگه باش کاری ندارم. من اول جواب یکی دوتا سوالشو بدم، از اون وسط از عامل آمیدی سی او ان پاپ میشکونم، چون اینو زده بودم تو سر سی او، اینو زده بودم تو سر سی او، حالا شکستمش. یک پلی آمید رو با آب واکنش دادم، در واقع آب کافت پلی آمید کردم. به واکنش دادم با آب میگن آب کافت. شما به پلی آمید آب زدین، اینها هاش و اوهاش، هاش و اوهاش، آب کافت پلی آمید. خب چند تا نکته بگم، به سی او همچنان تکرار، سی او، او هاش، ان هاش، ان هاش، هزار بار. بریم شروع کنیم، آخریشو اول جواب بدم. میگه هر دو ماده سازنده آن مونومرها آروماتیکند. میگم هم دیامین من حلقه بنزن رو داره، هم دیاسید من حلقه بنزن رو داره، هر دوتاشون آروماتیکن. این جواب سوال آخرش درست. میگه پلیمر زیست تخریب پذیره. میگم درسته آب بزنی تو سرش تجزیه میشه، ولی 10-20 سال طول میکشه و اون رو زیست تخریب ناپذیر میدونیم. غلط. میخونیم آخرش دوباره، پلیامید و پلیسترهای ساختگی زیست تخریب ناپذیرن. حالا اون بقیه سوالشو بخوام جواب بدم که شوخیه دیگه، یا عامل سی او ان وصله، آمید سی او ان وصله، آمید ان بار تکرار شده پلیامید. میگم سی او ان وصله، آمید ان بار تکرار پلیامید است. بله پلیامید است.
بچه ها تو رو قرار این نکته اگه باز هم سوال بیاد خیلی سوال خطرناکیه. قشنگترین گزاره این سوال گزاره سهش بوده. قشنگترین گزاره این سوال که میگم مهمه گزاره سهش بوده. خوب گوش بده، حواست اینجاست. اگه از شما تو واحد تکرار شونده کربن هیدروژن فرمول مولکولی پرسید، سراغ فرمول این که هر چند تا کربن داشته باشه دو برابر به علاوه دو هیدروژن نمیرم، چون با اون فرمول غلط میزنین. میدونین چرا؟ چون این الان دو سرش بازه. تو از اون فرمولی که گفتم روش شمردن کل هیدروژن ها هر چند تا کربن داشته باشم، فکر میکنم آلکان دوانه به علاوه دوتا هیدروژن دوگانه دوتا کم میکنه، حلقه دوتا کم میکنه، استفاده نباید بکنی، چون اینجا جوابگو نیست. اینجا دو سر این پیوند ها باز است. اگر واحد تکرار شونده یک پلیمر فرمول بسته میپرسه، از اون فرموله استفاده نمی کنم که حلقه دوتا کم می کنه دوگانه دوتا کم می کنه. اگه واحد تکرار شونده می پرسه، می کشم می شمرم، می کشم می شمرم. واحد تکرار شونده می پرسه، می کشم می شمرم، از فرمول نمی رم. اگه داره فرمول واحد تکرار شونده می پرسه، می کشم می شمرم. کربن باید 4 تا پیوند داشته باشه، 1 2 3 4 باید 4 تا پیوند داشته باشه، 1 2 3 4 باید 4 تا داشته باشه، 1 2 3 4 رومیش کو هیدروژن بوده، 4 رومیش کو هیدروژن بوده، هیدروژن بوده، هیدروژن بوده، 1 2 3 4 1 2 3 4 نیتروژن، نیتروژن باید از 3 بر وسط باشه، هست 1 2 3 1 2 3 هست. اینم که تکراریه، حلقه بنزه هیدروژناشو بنویسم، هیدروژن هیدروژن هیدروژن، اینا اینجا 4 تا پیوند دارن، هیدروژن هیدروژن. اول کربن بشمرم، اول کربن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 تا کربنه، 14 تا کربنه. هیدروژن بشمارم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 تا هیدروژنه، N دوتاست، O هم دوتاست، N مرتبه. دیدی از فرمول نرفتم ها، خیلی خطرناکه ها. 17 چیه؟ غلط، از فرمول نرفتم ها، سوال خطرناکیه ها. تو رو قرآن حواستون باشه، اگه میخوای واحد تکرار شونده فرمول بسته بنویسی، راهش کشیدنه. با اون قضیه که دوتا حلقه دوتا هیدروژن دوگانه دوتا هیدروژن، چون دو سرش بازه غلط میزنی، نکن، طولی نمیکشه. پس با این حساب دوتا غلط دوتا درست، دوتا درست. بریم بعدی. سوال خیلی قشنگیه، به جنبید من یه دقیقه وایستادم. بعد کلن بچه ها اگر ترکیب کوچیکه دیگه هیدروژناشو بکش، نمیخواید خودتو درگیر اون جینگولک بازی یا اون فرموله کنی که حلقه دوتا کم میکنه، دوگانه دوتا کم میکنه، این یه دونه زیاد میکنه، هالوژن یه دونه کم میکنه. اگه ترکیب کوچیکه کشیدن هیدروژناش به صرفه است. اون فرمول به درد ترکیبای خیلی بزرگ میخوره. اگه ترکیب شما کوچیکه کشیدنش به صرفه است. خب پاس دادی اومدی حل منو ببینی؟ نگاه کن پس. از وسط عامل آمیدی میبرم به سی او، به سی او، او هاش، به سی او، او هاش، به ان هاش، به ان هاش، اضافه هاشو میبرم. اینو میشناسم، حلقه بنزن سی او هاش، سی او هاش، این ترفتالیک اسیده
کربنش رو میشمردم، چطوری سری فرمول مینوشتم، کربنش رو میشمردم، کربنام بود 8 تا، بعد میگفتم دوتا دوتا کم کن بنویس، هاش 6 تا و 4 تا. حال داری خودت برو اینا رو حساب کن. ولی من یه بار درس دادم، 1 2 3 4 5 6 7 8 دوتا کم 6، دوتا کم 4. تو ترفتالیک هستید اینطوری میتونی بنویسی، کمکت میکنم. میگم راحت سری فرمولش رو حفظ کن، دارم یه رایی میگم برای حفظ کردن. دوست داشتی هیدروژن بکشی، بیا اینم هیدروژناش، کاری نداشته که، برو بشمون هاش 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 هاش. ولی ترفتالیک اسید، ترفتالیک اسید فرمولش رو 1000 بار درس دادم، راه حفظ کردن گفتم، گفتم دوتا کم کنی میشه 6 تا، دوتا کم کنی میشه 4 تا فرمول نوشتی. برای این یکی چون ترکیب کوچکیه، چون ترکیب کوچولویه، من باشم هیدروژن میکشم. اینجا هیدروژن داره، اینجا هیدروژن داره، اینجا هیدروژن داره، اینجا هیدروژن داره. آقا چطوری میگی؟ هر کربن باید 4 پیوند داشته باشد. 1 2 3 4 1 2 3 4 این داشت 1 2 3 4 هیدروژناشو میکشم میشمرم، 6 تا کربن بوده، بشمریم 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 تا هیدروژن بوده اینها، 1 2 3 4 5 6 7 8 و 2 تا نیتروژن بوده، 2 تا نیتروژن. بعد میگم میتونستی بیا از این روشم میشد 3 6 2 برابر به علاوه 2 14، بعد بگی یه دونه حلقه داره، حلقه 2 تا کم میکنه، 3 تا دوگانه داره، دوگانه 6 تا کم میکنه. حواست به این انا هم باید باشه، 2 تا هم به خاطر اناش اضافه میشده، پس در واقع باز میشد 3 6 هاش 8 هاش 8 آخرش هم اندو. به هر دو روش جواب میداد. اینم میشد گفت هر چند تا کربن داره 2 برابر به علاوه 2 هیدروژن، 2 تا به خاطر یه دونه حلقش کم، 6 تا به خاطر دوگانش کم، 2 تا هم به خاطر نیتروژنش اضافه، هر نیتروژن یه دونه هیدروژن اضافه میکنه، 1 2 نفری یه دونه اضافه کنن 2 تا اضافه میکنن، پس میشه 3 6 3 6 هاش 8 دو تا هم ان داشتم آخرش اندو، هر دو تاش قابل قبوله. حالا حلش میگه تفاوت جرم مولیاشون رو بگو. میگم تفاوت جرم مولیاشون، تفاوت جرم مولیاشون اینطوریه که یه راهش اینه که جرم مولی اینو حساب کنی کامل، جرم مولی اینم کامل حساب کنی، بعد از هم کم کنی. ولی من مرد این راه نیستم. من قبل اینکه جرم مولی یکیشون رو به صورت کامل حساب کنم، جرم مولی اون یکی هم به صورت کامل حساب کنم، یه کار دیگه میکنم، میام تکراریاشون رو خط میزنم، این 6 تا کربن 8 تا کربن، میام اون بخش تکراریشون رو خط میزنم. مگه نمیگه تفاوت حساب کن؟ اون که به نگفته جرم مولی چنده، اون میگه فرقشون چقدره. خب تکراریاشو خط بزن، مگه تفاوت عدد که ازت نخواسته، تفاوت خواسته. تکراریو خط بزن، 6 تا 8 تا تکراریو خط بزن، 2 تا میمونه بالا، چون بالا 8 تا کربونه، پایین 6 تا کربون. تکراری این 6 تا کربون، این 6 تا کربون اینجا هم بود، برو کنار، دوتا تا اینجا رو. این 6 تا هیدروژن داره، این 8 تا هیدروژن داره، تکراری ها رو خط بزنم. این 6 تا هیدروژن اینجا هم بوده، این 6 تا هیدروژن رو از پایین بردارم، با پایین یه دونه هاش دو میمونه. او ان اینا دیگه تکراری نیستن، می نویسم او 4 ان 2. پس فرق این دوتا فرمول توی یه سی دو او چار و توی یه اندو هاشتو، اندو هاشتو اگر بخواید حساب کنید جرمش رو،
یه دو تا 14 تا 28 تا با دو تا 30 تا این یکی 4 تا 16 تا 64 تا دو تا 12 تا 24 تا میشه 88 تا. فرق 30 با 88 چقدره؟ 58. خیلی سوال قشنگی بود، خیلی سوال قشنگی بود. پس میخواستم تفاوت حساب کنم، 6 تا رو از 8 تا خط زدم دو تا موند، 6 تا رو از 8 تا خط زدم دو تا موند. تکراریا رو پاک کردم، او جدیده اینم جدیده، این تیکه 88 این تیکه 30، فرق این دو تا تیکه 58. گزینه دو. خیلی سوال قشنگی بود، سوال کنکور سراسری تجربی داخل بود. خب سوال 21، 5 ثانیه وقت. این منظورش این شکلیه بچه، این پرانتزشو طراح کنکور جا انداخته بوده. البته وقتی نگاه میکردید اون گزینه باب میلتون نبود میفهمیدین دیگه. این منظورش پلیامید با واحد تکرار شونده است، یعنی گوشاشو بریده یه دونه آب انداخته رو دو انمنه یکی، منظورش اون دو انابه است. واحد تکرار شونده بنویسه دو انتاب به جمع. خب انتا دی اسید انتا دیامین دو انتا آب میده، ده ضرب در دو 20. گزینه دو. بریم سوال بعدی 22. من کاری به عبارت دوش ندارم، عبارت دوش هست، بدون اون هم میتونید جواب بدین. بجامی حل منو ببینی. ترکیب آب با آب پیوند هیدروژنی میداد، هاش متصل به او دارم، هاش متصل به او دارم، این میشه منفی این میشه مثبت، پیوند هیدروژنی تشکیل میداد، پیوند هیدروژنی تشکیل میدهد. او هاش دارم، هاش متصل به او دارم، پیوند هیدروژنی میدم. آره از ترکیب آ میتوان به عنوان الکل در پلی استر استفاده کرد. غلط کرده، تک عاملی، آخه تک عاملی میتونه از این ور وصل میشه، از این ور چی؟ امتداد نمیده زنجیرمو. تکاملی پلیمر غلط کرده، شمار اتمای کربن تو این زنجیر رو ازم خواسته. 1 2 3 4 5 6 با حلقه آروماتیک 1 2 3 4 5 6 6 کربن 6 کربن متفاوت است، 6 تا 6 تا یکسان است. عبارت یک درست. بریم بعدیش، بریم بعدیش. خب تمرین 23 بسیار بسیار مهمه. یه دقیقه من وقت میدم، پاس بدین، بعد از پاس حل منو ببینیم. ویتامین آب با ساختار زیر، میبینید که ساختار ویتامین ها در کنکور به شما داده خواهد شد. با استفاده از اتانویک اسید به استر تبدیل میشه. اتانویک اسید اگر بهش بزنم اینها، به علاوه سه هاش سه گفتم متانویک اسید هاش کوه، این میشد متانویک اسید. اتانویک اسید سه هاش سه کوه، این میشد اتانویک اسید. اسمای دیگرش هم بلد باشید که گفتم این فرمیک اسید هم توی کنکور بهش میگه، چون از موچه به دست میاد. این استیک اسید هم بهش میگه هاش کوه متانویک اسید، سه های سه کوه اتانویک اسید، سه های سه کوه اتانویک اسید. این در واقع راهنمایی بود که قبلا هم بهتون کرده بودم
سه های سه سی او او هاشو حالا اینوری بنویسم سی او هاشو سی او او هاش. خب از الکل هاش از سی او او هاش تک عاملی به شما پلیمر نمیده. الکل یک عاملی، اسید یک عاملی میشود هاش و هاشش یه دونه آب، یه دونه آب به من میده، یه دونه آب. و دیگه چی؟ همون ساختار رو اگه دوباره من بکشم، همون ساختار رو دوباره بکشم، این کربن کربن اینجا ادامه 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 ادامه، دوگانش 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 دوگانش، اینجا سی هاشتو بود که ازش سه هاشتو او بود که ازش اچ کندم، از این او اچ کندم، از او به سی او وصل، از او به سی او وصل، سی او سه هاشت. میگه فراورده واکنش نوعی پلی‌استر است، غلط کرده تک عاملی پلیمر بده، غلط کرده تک عاملی پلیمر بده. کجاش پلی‌استر میده تک عاملی؟ زنجیره ادامه پیدا نمیکنه که. اما راجع به انحلال پذیریش خیلی خوب گوش بدین، خیلی خوب گوش بدین، خیلی خوب گوش بدین. این تیکشه که من اگه بخوام سوال کنکور بدم به نظرم اینا باید تکرار بشه. این سه تا عبارتش محشره. ببینید اولش ما اوهاش داشتیم، پیوند هیدروژنی داشتیم، قطبیت داشتیم، قطبیت خوبی داشتیم، قطبیت داشتیم. پیوند هیدروژنی گشتاورد و قطبی ترکیب شما رو زیاد میکنه. اولش هیدروژنی داشتیم، قطبیت داشتیم، الان هم عامل استری دارم، ولی عامل استریم نیروی بین مولکولیش واندروالسیه. چرا واندروالسی بود؟ استر اینا دیگه، نگاه کن، من اینو این آدم جداش کنم بکشمش، اینها، این اوی که بود وصل شده، این اوی که بود وصل شده هاش هاش، الان یه دونه استر دارم، نگاه کن، الکل با اسید به هم داده استر با آب. اولش پیوند هیدروژنی داشتیم، پیوند هیدروژنی قطبیت ایجاد میکرد، وقتی که وارد واکنش شد الکل من تبدیل شد به یه استر، شد سی او او سی، دیگه هاش متصل به او ندارم، دیگه پیوند هیدروژنی که داشتم رو ندارم. الکلم به دلیل پیوند هیدروژنی که داشته قطبی تر بوده، استر به وجود اومده، واندروالسی داره، فقط دیگه هیدروژنی رو نداره، واندروالسی داره. این توگانه جا افتاده بود نوشتمش. استر به وجود اومدم، واندروالسی داره، دیگه هیدروژنی رو نداره، قطبیتش کمتر شده، قطبیت کمتری خواهد داشت. بالاخره گروه عاملی استری هم یکم قطبی هست، ولی نه به اندازه چیزی که پیوند هیدروژنی داره. اولش پیوند هیدروژنی داشتم، قطبی تر بودم، وقتی وارد واکنش شدم هاش متصل به اون از دست دادم، پیوند هیدروژنی ما از دست دادم، الان فقط نیروی واندروالسی دارم، قطبیتم کمتر شده. بنابراین وقتی قطبیتم کمتر شده، انحلال پذیری در آب هم کمتر می شود، انحلال پذیری در آب هم کاهش می یابد. چرا؟ چون آب یه ماده قطبیه، موادی که قطبی ترن در آب قطبی بهتر حل میشن. وقتی قطبیت کمتر شده توی ماده قطبی مثل آب، قطبیت کمتر بشه، انحلال پذیری در آب کمتر میشود. آب گریزی خاصیت ناقطبی بودنه، ناقطبی بودنه. پس الان میتونم ادعا کنم وقتی قطبیت کمتر شده ناقطبی تر. آب گریزی یعنی یه چیز چرب و روغنی، یعنی یه چیز ناقطبی، یعنی یه چیز ناقطبی. از آب بدش میاد، آب گریزه، از آب قطبی بدش میاد،
یعنی ویژگی ناقطبی بودن، یعنی ویژگی چرب بودن. این هیدروژنی داشته قطبی تر بوده، این هیدروژنی نداره ناقطبی تر شده. پس خاصیت آبگریزی که یه خاصیت ناقطبی بودنه ناقطبی تر شده، خاصیت آبگریزیمون ناقطبی بودنمون افزایش میابد، ناقطبی تر شدیم. که توی اسید و الکل باهاتون بحث کرده بودم، اگه هیدروژنی داری، هیدروژنی اون بخش قطبی ترکیبم بود، این بخشش بخش ناقطبی. درسته که مجموعاً این ناقطبیه، ولی بالاخره یه بخش قطبی قوی داشت. درسته که این مجموعاً ناقطبیه، حالا یه بخش قطبی ضعیف داره. این یه بخش قطبیه، چون هیدروژنی داره قطبی قوی قطبی ضعیف. این هیدروژنی داره قطبی تره، این هیدروژنی نداره ناقطبی تره. اونی که هیدروژنی داره قطبی تره در آب بیشتر حل می شده و این در آب کمتر حل می شده. این ناقطبی تره، آبگریز تره، آبگریزی افزایش می یابد. بعد میگه جرم فراورده عالی. پس تا الان ستای اول غلط. بعد میگه جرم فراورده یاری از مجموع دو جرم واکنشدنده، مجموع جرم دو واکنشدنده کمتره. اینا به هم چسبیدن، از این اوها شکندم، از این اوها شکندم، از این ها شکندم، پرید بیرون. یه دونه آب پرید بیرون. به اندازه یه دونه آب کاهش جرم داشتم، 18 گرم کاهش جرم داشتم و جرم فراوردن به اندازه یه دونه آبی که ازش خارج شده کمتر خواهد بود از مجموع جرم دو واکنش دهنده. چون از دو واکنش دهنده من یه دونه آب پریده بیرون، جرم فراوردهی که به وجود میاد یه دونه آب ازش پریده بیرون، جرم فراوردهی که به وجود میاد به اندازه یه دونه آب کمتر خواهد بود. حتی عدد میتونم بهش بگم 18 گرم کمتر خواهد بود. چون وقتی واکنش دهنده شما به هم وصل میشن، هاش اوهاش یا پپ میپره بیرون، استر میده آب، یا میپره بیرون 18 گرم میپره بیرون، فراوردتون 18 گرم جرمش کمتر خواهد بود. جرم فراورده عالی، جرم استرم از مجموع جرم دو واکنش دهنده کمتر است. خیلی سوال خوبی بود. سوال 24 این پس جواب نهایی شد گزینه 4. سوال 24 من یه راهنمایی میکنم. یه استر چند عاملی داریم، فرض کنید مثلا یه پلی استری داریم، یه دونه حالا استر چند عاملی، یه دونه استر داریم، بهش میخوایم آب بزنیم، آب کافت بشه، بعد میشه اسید و الکل سازنده که هر دو عاملی بودن، یعنی یه دونه دی اسید بده یه دونه دی الکل. اگه یادتون باشه من میگفتم که ان تا دی الکل با ان تا دی اسید، من واحد تکرار شونده ننوشتم که. بعد این اصلا خودش پلی استر نگفته که، یعنی اون هاش با اون او هاش توی سر و ته زنجیره شما هست و زنجیره شما یه زنجیره بسته است. سراشو گره زدم، هاشو اوهاش دو سر هنوز هست و بنابراین دو انمن های یک کیاب به وجود میاد. چون هاشو اوهاش گوشه هاشو که نبریدم بندازم رو این، گوشه هاشو که نبریدم بندازم رو این. انتا دی اسید، اینها اسید و الکلش دو عاملی هست، انتا دی اسید انتا دی الکل بمیده دو انمن های یک کیاب و یه دونه استر، که اگه یادتون باشه من برگردونم ببینی. و میتونم اینجا یه ادعای دیگه هم بکنم، وقتی دو انمن های یک کیاب داشتم، دو انمن های یک عامل استری هم داشتم. من برگردم به ادعام ببینیدش. اینجا بود، اینجا رو ببینید.
اینجا بود که من ادعا کردم با هم بحث کردیم، میتونید ویدیو رو بزنید عقبتر ببینید من پیداش کنم. آها، اینجا یه دونه مثال با هم حل کردیم. گفتم اگر به شما میگه اینجا اینجا انتا برمیداشتم اینها، هر جایی که آب تولید میشه، هر جایی که آب تولید، من یه جا کاملتر نوشته بودمش، بذارید ببینم پیداش میکنم. آها، نگاه کنین، اینجا کامل نوشته بودم. وقتی هاش و هاشش هست، واحد تکرار شونده ننوشتم، هنوز او هاش و هاشش هست، هنوز او هاش و هاشش هست، هنوز گوشاشو نبریده بودم، از این وسط آبی که تولید میشد دو انمن های یک کی آب بود و یک استری میداد که دو انمن های یک عامل داشت، یعنی هر جا این وسط آب تولید بشه یه عامل استری هم ایجاد میشه. یعنی اگه این وسط دو انمن های یک کی آب تولید میشه، دو انمن های یک عامل استری هم خواهیم داشت. اینها یه دونه مثال اینجا بود، ببینید اینجا یک دو سه تا آب دارم، یک دو سه تا عامل استری دارم، این وسط، این وسط اگه گوشاشو نمی بریدم، این وسط اگه گوشاشو نمی بریدم و اون اوهاش و اون اوه اینها اگه گوشاشو نمی بریدم، اگه گوشاشو نمی بریدم اونهاش و اوهاش هم مونده بود، این وسط دو انمن های یک آب میداد و دو انمن های یک عامل استری. حالا شروع کنین حل کردن. پاز بدین حل کنین، بعد حل منو ببینین. پس شما الان چون واحد تکرار شونده ای ازش حرف نزده، چون اصلا پلی استر نیست، گفته استر چند عاملی، استر چند عاملی پلیمر نشده هنوز، از اون وسطش دو انمن های یک کیاب پریده بیرون و دو انمن های یک کی عامل استری داری. از شما پرسیده چند عامل استری دارد، دو انمن های یک رو از شما پرسیده. شروع کنی. خب پاس دادی، میخوای حل منو ببینی؟ استر من یک سوم مول بوده، یک سوم مول، مول میذاشتم فقط ذری. آب من 42 گرم آب داشتم، جرم مولی 18، ذریب دو انمن های یک، مول به ذریب، جرم مولی ذریب، اون از من دو انمن های یک رو میخواد. من دو انمن، چرا دو انمن های یک رو میخواد؟ چون من دو انمن های یک عامل استری خواهم داشت اون وسط. این سه رو میارم این پایین، سه با 18 میره 6، 6 با 42 میره 7، پس دو انمن های یک من میشه 7. دو انمن های یک عامل استری، 7 عامل استری، فعلا 7 7. بعد دوباره ازم مقدار مول اسید، گفته چند مول اسید تولید می شود. استرمو که دارم، استرم بوده یک سوم مول استر به ضریبش یک، دی اسید، مول دی اسید رو ازم می خواد به ضریبش ان چند میشه؟ ان دو انمون میشه 8، انمون میشه 4، ضریبمون در واقع این انه بوده 4، انه بوده 4، اینجا هم که شد 7، پس اینجا هم باید بذارم 4، مول دی اسید من میشه 4/3. پس یادتون باشه استر چند عاملی به شما میدن، استری که اینها، استری که گفتم هاش و او هاشش هنوز باقیه، باید تکرار شونده ننوشته باشی، انتا دی اسید، انتا دی الکل به شما یه دونه استری میداد که یه زنجیره بلند بود، مکزیکی میرفتن با هم، با دو انمن های یک کی آب، هر جا هم که آب تولید میشد عامل استری داشتم، دو انمن های یک کی آب، دو انمن های یک عامل استری خواهیم داشت.
مول استر ضریب جرم جرم مولی آب دو نمنهای یک رو به دست آوردم، این شده دو نمنهای یک آب، هفت آب و هفت عامل استری، هفت عامل استری. مول دی اسید رو پرسیده، مول استر به ضریبش، مول دی اسید به ضریبش، ضریبش N بوده، N چند به دست اومده؟ 4. مول دی اسید به ضریبش 4، 4 ضرب در 1/3، 4 سوم. سوال خوبی بود. درس رو ببریم جلوتر، درس رو ببریم جلوتر، کلی سوال ازش حل کردیم. یه دونه سوال من خودم حل میکنم، خوب گوش بدین. میخوام یاد بگیری که اگه یکیش دو عاملی باشه یکیش یه عاملی باشه، یاد بگیری که وقتی یکیش یه عاملیه پلیمر به شما نمیده. شرط پلیمر ساختن اینه که دی اسید اینا ها. ببین شرط پلیمر ساختن اینه که مونومرای شما حتما دو عاملی باشن، یا دی اسید دی الکل باشه یا خودش به تنهایی هم اسید داره هم الکل، یا دی اسید دی آمین باشه یا خودش به تنهایی هم آمین داره هم اسید. ولی در هر صورت همه مونومرها برای ساخت پلیمر باید از دو سمت امتداد پیدا کنن و دو عاملی باشن. من گفتم اگر یکیشون یک عاملی باشه دیگه پلیمر به شما نمیده، اگه یکیشون یک عاملی باشه دیگه پلیمر به شما نمیده. برای ساخت پلیمر هر دو باید دو عاملی باشن. برای ساخت گوش بده پلی استر، گوش بده پلی استر پلی آمید، هر دو باید دو عاملی باشن. اگه یکی یه عاملی باشه گفتم زنجیره شما از یه سمت امتداد خواهد پیدا کرد ولی از یه سمت دیگه نه. اگه یک عاملی باشه پلیمر نمیده ها. الان گفته به ترفتالیک اسید متانول بزن، اینو خودم حل میکنم. چون متانولم تک عاملیه دیگه به من پلیمر نخواهد داد، چون متانول من تک عاملیه دیگه به من پلیمر نخواهد داد، چون متانول از یه بر وصل میشه از یه بر دیگه نه، دیگه به من پلیمر نخواهد داد. باز همون قاعده، از سی او او هاش، از او هاش، از او به سی او وصل. آقا هنوز یه دونه اسید مونده، خب باشه بیا 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 به اون یکی هم وصل کنیم. سایس او هاش، از سی او او هاش، از سی او او هاش، از او هاش، از او به سی او وصل. و در نهایت چیزی که حاصل خواهد شد، چیزی که حاصل خواهد شد، اینجا سی او، اینجا سی او. من متانولا رو با رنگ دیگه‌ای بنویسم، از او اومدم وصل کردم، او سه های سه، اینا سه های سه او، از او اومدم وصل کردم سه های سه، از او اومدم وصل کردم سه های سه. وقتی یکیشون تک عاملی هست دیگه پلیمر وجود ندارد و زنجیره بسته میشه، چون این سه های سه از این ور نمیتونه با کسی واکنش بده، چون این سه های سه از این ور نمیتونه با کسی واکنش بده. پس اگر یکیشون تک عاملی باشه دیگه پلیمر تشکیل نمیشه. شرط تشکیل شدن پلیمر هزار بار هزار بار هزار بار، هر دو دو عاملی، هر دو دو عاملی. یا اگه تکی میخواد، تکی میخواد پلیمر بسازه بازم دو عاملی بود، که هم خر داشت هم خرما، هم اسید داشت هم الکل، هم اسید داشت هم آمین، ولی در هر صورت دو عاملی. اگه یکیشون تک عاملی باشه دیگه پلیمر نمیده، ساختار همینجا بسته میشه، از این ور نمیتونه ادامه پیدا کنه، از این ور هم نمیتونه امتداد پیدا کنه. و چی به وجود میاد؟ الان نگاه کنین، شما یه دونه اوهاش و هاش زدین، یه دونه اوهاش و هاش زدین، دو تا آب به شما میده و یک استره، یک استره، یک استره دو عاملی. جواب این که می شده، این که چرته، این کربون های من فاصله ندارن از حلقه. جواب این می شده گزینه سش، فکر می کنم بذار چک کنم، بله جواب این که می شده گزینه سش. این
حلقه بنزن سی او آ، این هم سه های سه، این هم سه های سه. جواب این تست که شده گزینه سه. ولی جنبندی آخرم الکل یک، این سفر رو بنویسیم بچه ها، الکل یک عاملی، اسید یک عاملی، اینا آر او هاش، آر پریم سی او، اینطوری بنویسم بهتره، اینوری بنویسم. من یه جنبندی کنم، اسید یک عاملی، الکل یک عاملی به شما میدهد استر یک عاملی به علاوه یه دونه آب. این شکلی بود که میگفتیم آر سی او او هاش، آر پریم او هاش، از او هاش، از سی او او هاش وصل میکردیم، میشد آر سی... من با همون رنگا بنویسم، میشد آر سی او. من جمع‌بندی درسمو دارم میگم، یعنی درسم دیگه تموم شد. یه دونه هم هاش دو او، یه دونه هم هاش دو او. اینجا رو ببینید، اسید یک عاملی، الکل یک عاملی، او هاش، هاش وصل میشه استر یک عاملی، سی او سی به علاوه یه دونه آب. اگه تمرین کتاب داریم، اسیدمون مثلا دو عاملی باشه مثل اینجا، الکلمون یک عاملی باشه، گفتیم همین الان گفتم با یه دونه از اسید دو عاملیم، اینها یه دونه از این اسیدا با دو تا الکل واکنش داد، یه دونه از این اسیدا با دو تا الکل یک عاملی واکنش داد، شد یه دونه استری که یک استر دو عاملی به علاوه دو تا آب. برای میبینید هر موقع یک عاملی داشته باشیم پلی استر دیگه بهم نمیده، جفتشون یک عاملی استر یک عاملی، یکیشون دو عاملی استر دو عاملی، ولی چون یکی یک عاملی بوده باز پلی استر نداده. و در نهایت میگفتم که اینجا نگاه کنی، من برای پلی استرشو مینویسم، برای پلی آمیدش خودتون بنویسین دیگه، چون تکراریه دقیقاً. اسید دو عاملی، الکل دو عاملی، هر دو عاملی باشن، انتا از این، انتا از این، میداد یه دونه پلی استری که در واقع داشت تکرار میشد، چون دارم با واحد تکرار شونده می نویسمش، دو انتا آب. یا میشد یه دونه ای باشه که هم اسید باشه هم الکل، خودش با خودش واکنش بده، یعنی دو انتاش بشه یه دونه پلی استری که، یه دونه پلی استری که موازنش مهم نیست، با آب تشکیل میشد، اینم در واقع دو انتا آب میداد. حالا میتونیم بگیم دو انش یه دونه دو ان. پس نگاه کنین، هم اسید هم الکل هم میشد دو عاملی. اگر فقط دو عاملی باشن پلی استر، اگه یکیشون هم یک عاملی باشه ادامه پیدا نمی کنه، یکیشون هم یک عاملی باشه ادامه پیدا نمی کنه. اینجا الکل من تکاملی بود، ادامه پیدا نکرد، به همین محدود شد، شد جواب گزینه سه. من تمرین بعدیش رو یه دقیقه وایستادم، حل با شما بجنبی. خب میگه دو مول اتانول یه مول ترفتالیک اسید، من واکنش بنویسم، ترفتالیک اسید، این ترفتالیک اسید، خیلی بچه ها ترفتالیک اسید مهمه، سی او او هاش، به علاوه دو تا اتانولش باید بکنم، اتانول. خب اتانول این بود دیگه، دو تا کربن بود اتانول، دو تا کربن بود اتانول. از اسیدم، از سی او هاش، از او هاش، از او به سی او وصل، از سی او او هاش، از او هاش، از او به سی او وصل. و اگه فراورده بکشم یه همچین چیزی میشه دیگه، این که در واقع ترفتالیک اسیدم از سی او ها او هاش کندم،
از او هم هاش کندم، از او هاش وز کردم. کربون کربون، از اوه هاشش رو کندم وز کردم. چون اتانول تک عاملیه دیگه پلیمر نخواهد داد. فرمول ساختاری فراورده به این صورته: این حلقه بنزن CO، دوتا کربن. بله، به همین صورته. چهارم درست. فرمول ماده عالیه به دست اومده: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 تا کربن داره، 2 برابر به علاوه 2 26. دوگانه بشمرم: 1, 2, 3, 4, 5 تا دوگانه، 5 دوتا 10 تا کم. حلقه بشمرم، حلقم هم که 2 تا دیگه کم میکنه. اکسیژن بی اثر بود، نیتروژن ندارم، هالوژن هم ندارم، پس این در واقع میشه سی 12 هاش 14. اوهاش هم بنویسم: 1, 2, 3, 4 او 4. اینم غلط. طی این واکنش 2 مول آب و 1 مول استر، اینا با هم واکنش میدن. هاش و اوهاش یه دونه آب، هاش و اوهاش یه دونه دیگه آب، اینها هاش و اوهاش یه دونه آب اینجا میپره بیرون، هاش و اوهاش یه دونه آب اینجا میپره بیرون، پس 2 مول آب تولید میشه و 1 مول استر، 1 مول استر دو عاملی. آقا چرا میگی 1 مول؟ یه دونه است، تکون بدم همشون با هم تکون میخورن. این یه دونه است، یه دونه است، یه موله، مول یعنی دونه، یه دونه است، یه موله. یه مول استریه که 2 عامل استری داره، بهش میگن 1 مول استر 2 عاملی. 2 مول آب حاصل میشود. بله، پس حواستون باشه، حواستون باشه. یعنی اگه بخواد واکنش بنویسه باید اینطوری بنویسه واکنشو: یه دونه ترفتالیک اسید با 2 تا اتانول میشه یه دونه استر 2 عاملی به علاوه 2 تا آ. در ساختار مولکول عالی حاصل 4 اتم کربن وجود دارد که با هیچ هیدروژنی پیوند اشتراکی ندارد. این 4 تا اتم کربن ایناهاش: یکی اینجاست که با هیچ اتم هیدروژنی اشتراک ندارد. وگرنه این یکی رو ببینید، این یکی هاش هاش هاش، چون کربن باید 4 پیوند داشته باشد. هاش هاش این 4 تا پیوندشو داره، 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 تا پیوندشو داره. این 1, 2, 3, 4 4 تا پیوند، این 4 تا پیوند، این 4 تا پیوند، این 4 تا پیوند. این هم که تکراری قرینه همون باره. پس 4 اتم کربن وجود دارد که با هیچ اتم هیدروژنی پیوند اشتراکی ندارد و فقط عبارت یکش غلط بود. این تمرین بسیار مهمه و یادتون باشه اگر حتی یکیشون تک عاملی باشه نمیذاره زنجیره شما امتداد پیدا کنه. سوال سی 2 ثانیه وایستادم. دی اسید و دی الکل سازنده ساختار بطری آب بجنبی. دی اسیدش که ترفتالیک اسید، دی الکلش اتیلنگلیکوله. جواب 1. بریم سوال بعدی. این دیگه سوال چرت و پرت دیگه، 1000 بار توضیح دادم. اینم خودم یه توضیح بدم. گفته بود از اکسایش کدام ماده میتوان ترفتالیک اسید تولید کرد. من گفتم اگر به پارازایلن، این مطلب مربوط به 12 کامنوچار گرم و غلیظ بزنیم، به پارازایلن کامنوچار گرم و غلیظ بزنیم میشه ترفتالیک اسید، میشه یه حلقه بنزنی که 2 تا اسید روشه. اکسایش پارازایلن توسط کامنوچار میده ترفتالیک اسید. پارازایلن، پارا یعنی روبرو، سه هایستا باید روبرو باشن، گزینه 1 جوابه. اینجا سه هایستا روبرو نبودن،
پارا یعنی موقعیت روبرو. این روبرو نبوده که. پس یک جواب، اینم از این. چون سوالش من دوازدهم بود خودم حل کردم. پلی اتیلن ترفتالات، من یه دقیقه وایستادم، حل کنی پلی اتیلن ترفتالات رو، حل کنی. راهنمایی من به شما هم اینه، این ترفتالیک اسید بود برای بار هزارم. ترفتالیک اسید این هم اتیلن گلیکول. اتیلن گلیکول بجنبین، پلیمرش کنیم و تکرار شونده بنویسیم. پاس بدی بعد حل منو ببینی. از او به سی او وصلش میکردم. این ور ولو آویزون افتاده، این ورم ولو آویزون افتاده. این واحد تکرار شونده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کربن، 1 2 3 4 اکسیژن، جواب 4. 33 و یه دقیقه وایستادم. این دیگه تمرین هاییه که در واقع ما قبلا کامل توضیحش دادی، زیاد نکته های مهم نداره، سریعتر بزنید. خب پلیمرها دارای مولکول‌های با زنجیرهای بلند و جرم مولکولی زیاده، درست. پلی اتن میتونه جامد سفید رنگی باشه که با گرما دادن اتن در فشار بالا تشکیل میشود، درست. در مولکول پلی اتن هر اتم کربن با 4 اتم دیگر، حالا کربن و هیدروژن، پیوند کووالنسی یگانه داره، اینم درست، قبلا خیلی توضیح دادم راجبش، ولی یه عبارت خوبه. در همه پلیمرهای طبیعی و مصنوعی مونومرها باید پیوند کربن کربن دوگانه داشته باشه. مگه همه پلیمرها باید پلیخر باشن؟ خیر، غلط. همه نباید دوگانه کربن کربن داشته باشن، میتونن پلیستر باشن که دوگانه کربن کربن نداشتن. میتونن پلیامیدها رو بگیم، پلیمرا اینا هم بودن دیگه. پلیخر مونومرش کربن کربن دوگانه میخواست، پلیستر و پلیامید که اینطوری نبودن، غلط. بریم سوال بعدیش. 34 من یه دقیقه وایستادم، پاس بدین بعد حل منو ببینین. خب درباره استیرن، استیرن یه حلقه بنزن بود، یه حلقه بنزن بود 3-6-6. یه دونه هیدروژن میکندم، وینیل میذاشتم. وینیل هم این بود دیگه، به این میگفتن وینیل بنزن، وینیل وینیل. یه دونه اتنی که اچ کندم میگفتم بهش C2H3 که فرموله بستش میشد 3-6 با این دوتا کربن 3-C8 هاشم 8 دوتا و 6 تا 8 تا 3 تا 5 تا 8 در مولکول آن پیوند کووالانسی چقدر وجود داره؟ من تک بشمرم، تک الکترون 8 تا 4 تا برای کربنش، به علاوه 8 تا یه دونه برای هیدروژنش، این میشد 40 تا تک، پیوندش میشد 42. 20 پیوند دارد؟ بله 20 پیوند دارد. در پلیمر، پلیمر آن، پلیمرش، پلیمرش ظروف یه بار مصرف، درسته. شمار اتمای کربن و هیدروژن در مولکول آن 8 8، درسته. در مولکول آن شمار پیوندهای کووالانسی دوگانه کربن کربن، دوگانه یک کربن کربن، این یکی، این دوتا، این سه تا، این چهار تا، با شمار پیوندهای کووالانسی یگانه یک کربن کربن، یگانه کربن کربن، یکی، دوتا، سه‌تا، چهارتا، 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 برابر است؟ بله، درست. خب، گفته چند مورد نادرسته؟ هیچی نادرست نیست. مولکولش 20 پیوند، پلیمرش ظروف یه بار مصرف، مولکولش کربن هیدروژنش برابره، در مولکول آن شمار پیوندهای کووالانسی دوگانه کربن کربن چهارتا، با یگانه کربن کربن، چهار تا که این قرمزا بود با سبزا برابر است، درست. بریم 35 سریع حل کنیم بچه ها، سوال ساده ایه.
خب چگالی پلی‌اتن شاخه دار، همونی که به هم نزدیک نمی‌شدن، فضای خالی داشت، سبک بود، باید میگفت کمتر است. غلط. انسولین یه درشت مولکول، یه پروتئین بسیار بزرگ، جرمولیش هم بسیار زیاد. پلی‌اتن جامد سفید رنگیه که جرمولی آن اغلب ده‌ها هزار گرم قرموله. بله اینو هزار بار دیدیم، 298,000، ده ها هزار برمول. در هر واحد تکرار شونده پلیسیان و اتن، اتن میکشیدم، این اتن، اینم سیانو، اتن هاشو میکندم، سیانو میذاشتم، بعد این پیونده رو از وسط باز میکردم، مینداختم دوبر، این میشد واحد تکرار شوندش. سه پیوند کووالانسی کربن هیدروژن وجود دارد. کربن هیدروژن، کربن هیدروژن، کربن هیدروژن، واحد تکرار شوندش سه پیوند کووالانسی کربن هیدروژن وجود دارد. درست این عبارت گفته چند مورد نادرست، یه مورد نادرسته، گزینه این چهار بوده بچه‌ها، یک نوشته، گزینه چهار. 36 رو بچه‌ها خودم حل میکنم، از شما توقع ندارم حل کنید. یه سوال خیلی سخت بوده، یه سوال خیلی سخت بوده، یه سوال خیلی سخت بوده، خودم حل میکنم. نگاه میکنم پلی استر نیست، پلی آمید نیست، هیچی نیست، پلی استر نیست، پلی آمید نیست. این از اون پلی خریا بوده، این از اون پلی خریا بوده، پلی خرش فقط یکم فرق داشته. از اینجا میبرم یه پیوند باشه، چون پلی استر نبود، چون پلی آمید نبود، حد زدم از اون پلی خریا باشه. یه دونه میشکونم یه دونه باشه، یه دونه میشکونم یه دونه باشه، وسط رو دوگانه میکردم. این در واقع، این در واقع ترکیبی که داشتم این بوده، این بوده COHH. اگه نگاش کنی صاف بکشمش، COHH با آلدهید، با یک کربن، متانال، متانال، آلدهید با یک کربن. پس اینم میشه پلی خرش. اگه خرش متاناله، پلی خرش پلی متاناله. پلی لاکتیک اسید نیست. بعد چون اتم های اطراف اتم مرکزی با هم فرق میکنن، چون اتم های اطراف اتم مرکزی با هم فرق میکنن، یه مولکول قطبی گشتاورش مثبته. از متانال میتوان محلول سیر شده تهیه کرد، اونی که نمیتونستیم متانول بود. متانال میشه محلول سیر شده تهیه کنیم، اونی که نمیتوان متانول بود. اینم غلط. در مونومر آن، مونومر آن، این مونومرش، شماره پیونده اشتراکی 1 2 3 4 با شماره الکترون ناپیوندی 4 برابر است. پس شد یه دونه عبارت درست. گفته چند تا درست؟ آره. این درسمون بچه‌ها تموم شد. یه توضیح کوچولویی هم اینجا بدم. ما گفتیم پلی استر و پلی آمید با آب، آب کافت میشه. یه سری دلایل داره. خب بعد نگاه کنی، اینجا نگاه کنی، نکته مهمش رو بگم. در محیط مرطوب در حضور مولکولای آب، پیونده استری و آمیدی آب کافت میشه. گرما، گرما، دما سرعت واکنش رو میبره بالا، گرما دما رو میبره بالا، سرعت واکنش میره بالا. برای همین لباسای پلی استری و پلی آمیدی در محیط مرطوب چون آب هست آب کاف میکنه، گرم چون داغه سرعت رو میبره بالا، زودتر پوسیده میشن. این یه نکته. استفاده شوینده، ببینید آب کافته، دور میوصله؟
آبکافت پلی‌استر یا آبکافت پلی‌آمید یک کاتالیزگرایی دارن. خب کاتالیزگرشون هاش مثبت یا او هاش منفیه. شما از شوینده که استفاده میکنین، از شوینده که استفاده میکنین، هاش مثبت و او هاش منفی باعث میشه که پلی‌استر و پلی‌آمید شما سریع، چون کاتالیزگر سرعت آبکافت رو میبره بالا و باعث میشه که لباستون زودتر خراب بشه. بعد ببینین، من گفتم استرا خیلی خوشبوان ولی اسید سازنده استر بدبوه، بوه با بوه پا پنتانویک اسیده. یعنی اگه یه استر بهش آب بخوره بشه اسید و الکل سازندهش، اسید بدبوه، بوی گند میده. دیدین لباس میونه، یه سری لباسه خاص تو لباسشویی جا میونه بوی گند میگیره. چرا؟ چون لباسه از جنس پلی‌استر بوده، بهش آب خورده، شده الکل و اسید سازنده. اسیده خیلی بد بوه، بوی پا میده. یا اگه لباس پلی‌آمیدی باشه که فاجعه است، چون پلی‌آمید آب بخوره بهش، آب کافت بشه، بهتون چی میده؟ آمین میده. بهتون دیگه چی میده؟ اسید میده. اسید که بدبو بود، آمینش هم بوی ماهی میده، همون بوی پاه رو میگیره، هم بوی ماهیه، دیگه حالت به هم میخوره. برای همینه که لباس به مدت طولانی تو محلول آب و شوینده قرار میگیره، بوی بد میگیره، زیرا در اثر آبکافت پلی‌استر اسید بدبو میده، در اثر آبکافت پلی‌آمید اسید و آمینه بعد بو میده، بوه پا و بوه ماهی. بعد میگن لباس رو میخواید بشورید، اول شوینده رو بریزید توی آب، آب رو رقیق کنید، بعد لباس رو بندازید توش. نه اینکه شوینده غلیظ رو بریزید روی لباس، چون شوینده خودش اگر غلیظ باشه بریزید روی لباس، سرعت آبکافت، غلظت بیشتر، سرعت بیشتر، تعداد برخورد زیاد میشد دیگه، سرعت آبکاف میره بالا، لباسه رنگش میره. اینها اگر سفید کننده رو به طور مستقیم روی لباس بریزیم، سفید کننده غلیظ باشه، غلظت بالا، به سرعت رنگ لباس میره. ولی اگه شوینده رو بریزی توی آب، رقیقش کنی، بعد لباس رو بندازی، اتفاقی برای لباس نمیفته، چون غلظت رو شما آب میریزی، میریزیش تو آب، غلظت کمتر، سرعت کمتری داری. بعد بچه ها این جمله هم خیلی جمله مهمیه، هرچند پلی استر و پلی آمید تجزیه میشه، آهنگ تجزیه اونا به مونومراشون بستگی داره. آهنگ تجزیه به چی بستگی داره؟ تجزیه به چی بستگی داره؟ به مونومر. آهنگ تجزیه یا آبکافت، آهنگ آبکافت به مونومر بستگی داره. به طور کلی تجزیه پلی‌استر و پلی‌آمید بسیار کنده، به همین دلیل لباسای تهیه شده از اینا 10-20 سال میمونه. بعد به همین دلیل اونا رو زیست تخریب ناپذیر به طور کلی تجزیه پلی‌استر پلی‌آمید کنده، پارچه‌ای که از اینا می‌سازن برای مدت طولانی میمونه، حفظ میشه، زیست تخریب ناپذیر هستند. زیست تخریب پذیری اینم آخرش، پلیمرای زیست تخریب ناپذیر یه سریاشون کلن موندگارن. موندگارا کدومان؟ همون پلیخرا. پلیخرا چون معمولا پیوندایی که بعد از پلیمر شدن تشکیل می شد یگانه است، مثل پلیتن، سیر شده ان، تمایلی به انجام واکنش ندارند و پایدارند و باقی می مونند 100 سال 200 سال. برای همینه که میگن پلاستیک رو نندازید تو طبیعت، چون اون مشمعه از جنس پلی اتنه
پلیتن که می ساختین، این پلیتن، نگاه کن، این پلیتن، این پلیتن من پلی خرش کنم، چون همه پیوندای من یگانه است، ترکیب من سیر شده است، پلیتن، پلاستیک، پلاستیک، همه پیونداش یگانه است، سیر شده است، تو طبیعت 100 سال میمونه، سیر شده، پایدار، واکنش نمیده، ماندگار، پلیمر حاصل از هیدروکربن های سیر نشده، پلیخرا، ماندگار و تخریب ناپذیرن. پلاستیک رو بری 100 سال دیگه هم اونجا هست. یه سری دیگه از زیست تخریب ناپذیرها تجزیهشون بسیار کنده. پلیستر ساختگی، پلیامید ساختگی مثل کولار، اون سوال کنکور هم که به شما گفته بود این پلیامیده زیست تخریب ناپذیره، ساختار کولار بود، ساختار کولار بود. پلیامید ساختگی مثل کولار زیست تخریب ناپذیره. یه سوال کنکور حل کردیم، گفتم که پلیامیدهای ساختگی زیست تخریب ناپذیرن. برید برگردید نگاه کنید اون پلیامید ساختگی، اون پلیامیدی که سوال کنکور بود شکل کولار بود. اما زیست تخریب پذیرا کدومه؟ همه پلیمرهای طبیعی زیست تخریب پذیرن. نشاسته سلولوز، پلیامید طبیعی. پلیامید طبیعی چی بود؟ پشم گوسفند، پشم، شاخ حیوانات، پروتئین، پروتئین طبیعی. این پلیمرهای طبیعی زیست تخریب پذیرن. ساختگی یه مدل خاصش، پلیلاکتیک اسید. الان تو ذهنته که آقا مگه نمیگی پلیلاکتیک اسید پلیستره و پلیستر ساختگیه، پس چطوری زیست تخریب پذیره؟ هرچند پلیستر و پلیامید تجزیه میشه، آهنگ تجزیه به مونومرش بستگی داره. مونومر لاکتیک اسید، مونومر لاکتیک اسید یه مونومریه که سرعت تجزیهش بالاست. یادتون باشه درسته که پلیلاکتیک اسید پلیستره و ساختگیه، ولی زیست تخریب پذیره، چون مونومرش رو یه جوری انتخاب کردن که سریع تجزیه بشه. به پلیلاکتیک اسید، به پلیلاکتیک اسید PLA، پلیمر سبز یا دوستدار محیط زیستم میگن. میگم چرا؟ مواد زیست تخریب پذیر تو طبیعت توسط جانداران ذره‌بینی به مولکول ساده و کوچیک، نه اتم های سازنده ها، به مولکول ساده و کوچیک، میشه کربن دی اکسید، میشه سیاه‌شال، میشه آب. جانداران ذره‌بینی منظورش باکتریان، باکتریا میان این مواد زیست تخریب پذیر رو به مولکول ساده و کوچیکی مثل کربن دی اکسید، متان، آب تبدیل میکنن، نه اتم های سازنده ها. خب پلیمره سبز یا PLA یا پلیلاکتیک اسید پس از چند ماه، دو سه ماه، به مولکول ساده مانند آب و کربن دی اکسید تبدیل میشن. بعد چطوری میسازنش PLA یا پلیلاکتیک اسید رو؟ نشاسته سیب زمینی ذرت نیشکر رو ور میدارن، تا تخمیرش میکنن میشه لاکتیک اسید، تخمیرش میکنن میشه لاکتیک اسید. لاکتیک اسید همونی بود که هم خرو داشت هم خرما، هم خرو داشت هم خرما، هم الکل داشت هم اسید، آخرش میشه پلیلاکتیک اسید، یه دونه پلیستر. هم خر داشت هم خرما، هم الکل داشت هم اسید، آخرش میشه پلیستر. یه پلیستر ساختگی، مونومرش رو یه جوری تعیین کردن که سریع تخریب بشه، سریع تجزیه بشه. کاربردش هم هست دیگه. یادتون باشه علاوه بر این که شما نشاسته رو میتونید تخمیرش کنید به لاکتیک اسید، لاکتیک اسید رو پلیلاکتیک اسید کنید، شیر ترش شده هم داره لاکتیک اسید هست. نشاسته راجبش صحبت کردم، یه پلیساکاریدیه که از اتصال مونوساکارید گلوکوز به وجود اومده. گندم، نون، سیب زمینی، نیشکر، ذرت، اینا
در واقع نشاسته دارن. نشاسته اگر بهش آب بخوره در محیطی که گرما باشه یا کات آنزیم وجود داشته باشه، تو دهن ما آنزیمش هست، آمیلاز، حتی اگر گرما و کاتالیز گرم باشه این واکنش به آرامی انجام میشه، حتی با گرما و کاتالیز گرم، حتی گرمش هم کنی کاتالیز گرم بزنی باز آروم انجام میشه، به اون در واقع مالتوز یا گلوکوز میده که مزه شیرین داره. راجع به پلیمرهای ماندگار هم صحبت کردم و حالا چیکار کنیم پلیمرهای ماندگار از بین بره؟ یا باید بازیافت کنیم پلاستیکو، به منظور بازیافتش کنیم، نذاریم رها بشه تو طبیعت. بعد نگاه کنی یه نشونه‌ای هم حالا اگه کتاب باشه بهتون نشون میدم، یه نشونه مثلثی داخلش یه عددی میذارم، مثلا 6، خب که بفهم برای راهنمایی بازیافته، برای افزایش کارایی بازیافت، اینها به منظور آسانسازی و افزایش کارایی بازیافت و افزایش کیفیت فراورده حاصل از بازیافت داخل یه مثلث عدد میذارن که مثلا در واقع بدونن جنس اون پلیمره چیه، اون پلیمر رو چطوری بازیافت کنن بهتره. یا اینکه این پلیمر ماندگار پلی خره، اون خری که من براتون کشیدم موندگاره، چون دوتا پا داشت، کلی مسخرش کردین یادتون میمونه، پلی خر، پلیمر ماندگار، جایگزینش کنم با پلیمره زیست تخریب پذیری مثل PLA پلی لاکتیک اسید. این از درسمون، تموم شد درسمون. من اول از همه میخوام از آموزشگاه پرستو، آقای شهبازی، خانم جلالی، همه پرسنل پرستو تشکر کنم، خیلی کمک کردن. شاید باورتون نشه من تا الان از تعطیلی ها، از اول اسفند الان آخر اسفندی، از اول اسفند تا آخر اسفند دیدم که هر روز با اینکه کرونا بود بالاخره یه بیماریه که بیایم بیرون از خونه، جون همه تو خطره، جونشون رو کف دستشون گذاشتن اومدن، هم آقای شهبازی هم همه پرسنل اومدن از صبح تا شب بودن خودشون بالای مجموعه که این ویدیوها با کیفیت خوبی به دستتون به موقع برسه. من ازشون تشکر میکنم، واقعا کمتر مجموعه ای رو دیدم که هم خود مدیر هم کارکنانش همه هم پرسنلی که داره جونشون رو بذارن کف دستشون به خاطر شما بیان. از واقعا اینطوری بودا، از 8 صبح اینجا بودن هر روز تا 8 شب من دیدم، چون ضبط ما یه مقدار بیشتر بود نسبت به بقیه دبیران، من دیدم از صبح تا شب اینجا بود. من واقعا ازشون تشکر میکنم. از شما میخوام که من براتون اول که برای اینکه چطوری فیلم ها رو ببینین یه برنامه تو کانال خودم گذاشتم، یه برنامه تو کانال خودم هست، حتما برید اون برنامه رو دانلود کنید. از روز 26 اسفند تا فکر میکنم 10 فروردین یه برنامه ای رو دادم که شما 45% از کنکورت رو جمع‌بندی کنی، مهمترین کتابت، کتاب 11 که شوخی نداره بچه ها، 15 تا سوال میاد، این 15 تا سوال خیلی وحشتناک زیاده، 45% کنکوره، که بتونی جمع‌بندیش کنی. بعدم بهتون یه مجموعه تست دادم، باز هم مجموعه تست اضافه میکنم برای بچه هایی که پرتلاشترم بیشتر میخوان درس بخونن. امیدوارم که سال بعدی یه سال پر از آرامش براتون باشه، عیدتونم پیشا پیش تبریک میگم. تو اون برنامه هم براتون نوشتم عید من اون روزیه که شما به آرزوهاتون میرسین، در واقع با خبر خوب همه تو رشته هایی که دوست دارید علاقه دارید قبول میشید و من خبرشو میشنوم. خوب درساتون رو بخونید، 45% 11 رو جدی بگیرید، سال خوبی رو براتون آرزو میکنم. ما کتاب 11 رو به طور کامل تموم کردیم، من خودم دلم برای کلاس حضوریتون خیلی تنگ شده، واقعا جای خالی شما اینجا حس میشد، من خودم دوست دارم کلاسام زودتر حضوری برگزار بشه. و بعد عیدم ما هر روزی حتی 16 اگر کلاس برگزار بشه من توی کلاس حضوری شرکت خواهم کرد و بقیه درسمون رو حضوری پیش میبریم. امیدوارم موفق باشین، خسته نباشین، خدا نگهدارتون.